سلام خدمت دوستان بچزون بای تی. امروز اومدیم با یه ویدیو خفن دیگه. خب دوستان، توی ویدیو قصد دارم ماین کوین نوو رو آموزش بدم. نوو کوینیه که روی کارت گرافیک 6900 XT من هش ریت فوق‌العاده‌ای میداد. این چند روز گذشته که بیشترین درآمد رو بین کوین ها برای کارت گرافیک 6900 XT من داشت، اینکه من یه مقدار این کوین رو گذاشتم ماین کنه چون هش ریت هم فوق‌العاده بود. حالا من گفتم یه آموزش بذارم که شاید شما دوستانم دوست داشته باشید مقدار از این کوین رو داشته باشید. بریم که در ادامه با هم ببینیم. خب دوستان، برای ماین این کوین طبق معمول ما سه چیز نیاز داریم. اول ولت، بعد یه استخر، بعد یه ماینر که بتونیم باش این کوین رو ماین کنیم، که حالا ما دونه دونه میریم این ستا رو به دست میاریم. من اینجا وارد سایت ماینینگ پول استاتس میشم، همینجا که میبینید اینجا نوو رو سرچ میکنم، همینجا که میبینید کوین نوو میاد اینجا من میزنم. خب همینجا که ببینید قیمتش الان این مقداره که نزدیک 2% هم رشد داشته، یه مقدار اینجا قیمتش رفت بالا، همینجا که ببینید سختی شبکه‌اش یه مقدار رفت بالا و دوباره سختی شبکه برگشته. حالا البته تعداد ماینرهاش زیاد نیستن، همینجا که ببینید خیلی سختی شبکه بالایی نداره، ولی همینجور که ببینید یه مقدار سختی شبکه رفت بالا، دوباره داره برمیگرده. حالا ما میایم پایین، این تا اینجا و اینجا میتونیم صرافیایی که این کوین رو ساپورت میکنه ببینیم. همینجا که ببینید TXBit این کوین رو ساپورت میکنه و ما میتونیم خرید و فروشش رو انجام بدیم. چون من تو TXBit قبلا کاسپا و کوین های دیگه کار کردم، اکانت دارم، پس خیالم راحته که توی TXBit هست میتونم سریع نقدش کنم. و حالا میام اینجا توی این قسمت میریم توی سایت خود کوین. من اینجا نوو مانی رو میزنم، این سایت اصلی کوینه. اینجا من گت استارت رو میزنم که بریم ولت رو به دست بیاریم. اینجا من گت استارت برای ولتش میزنم. همینجور که می‌بینید یه حالت اکستنشن داره برای گوگل کروم، یعنی حالت افزونه به گوگل کروم اضافه میشه که اینجا میتونیم پلاگینش رو بگیریم، یه تو که بزنیم میتونیم اضافهش کنیم به گوگل کروم، که من قبلا این کار رو انجام دادم. همینجور که می‌بینید من قبلا ساختم اکانتم. تنها کاری که داره بیاید اینجا این پلاگین رو نصب کنید. اولش فقط دو تا پسورد از شما میخواد برای اکانتتون، بعد 12 تا کلمه بهتون میده که اون کلمات کدهای حفاظتیتونه، بعد یه جای یادداشتش کنید. چون خیلی ساده بود، حالا من فعلا دیگه نرفتم از اول بسازم، همون اکانت خودمه. من اینجا وارد اکانتم میشم، همینجا که میبینید اینجا آنلاکش میکنم، تا نزدیک 20 تا 30 ساعت دارم ماین میکنم. همینجا که میبینید $1.34 شده، 521,000 تا هم برای من واریز کرده. حالا من گفتم یه چند میلیون از این کوین که ماین کردم میرم سراغ کوین بعدی، چون این کوین ها یهویی میرن بالا، باید داشته باشیم که بتونیم بفروشیمش. به خاطر من گفتم یه مقدار از این کوین رو داشته باشم بد نیست. حالا شما فقط وارد این صفحه که شدید، تنها کاری که دارید اینجا ریسیو رو بزنید، همینجا که ببینید روی این گزینه کلیک کنید، برای شما کپی میشه. الان توی کلیپ بورد من کپیه، یعنی ما اینجا ولت رو داریم. خب ما دیگه ولت رو داریم، اینو میبندم، فعلا کاری باهاش ندارم. اینو میبندیم، سایتم میبندیم، دوباره برگشتیم توی ماینینگ پول استاتس. حالا من میام بالا، بیام برای انتخاب استخر. همینجا که ببینید من روی ماینرز کلیک کردم و از بیشترین ماینر به کمترین اینجا برای من چیده شده. زرک پول اینجا معروف ترین بود که بهترینش هم از نظر من همین زرک پوله. من زرک پول انتخاب کردم. شما هر کدوم دوست داشتی میتونی اینجا انتخاب کنی. حالا شاید در آینده استخرهای دیگه هم بیاد، حالا ولی چون الان بهترین زرک پول بود، راحت تر بودم باش، من زرک پول انتخاب کردم. حالا بریم سراغ ماینر. اول من ببینم چه ماینرای این کوین رو ساپورت میکنن. برای فهمیدن ماینرز من میام توی سایت ماینرز استاتس، همجا که میبینید اینجا من قسمت کوین رو کلیک میکنم. اینجا حالا توی جزء ترندینگ کوین نبود، همجا که میبینید پپه دبلیو، همجا که میبینید اومده کوین اول، احتمالاً قیمتش مقدار رفته بالا. ما اینجا اسم کوینمون رو سرچ میکنیم، نوو رو من اینجا سرچ میکنم، همجا که میبینید نوو اینجا برای من میاد. و اینجا توی قسمت ماینرز میریم و میتونیم دقیقا ببینیم چه ماینرهای این کوین رو ساپورت میکنن. همینجا که ببینید بیزد ماینر و اسارب ماینر این کوین رو دقیقا ساپورت میکنن، که هم بیزد ماینر هم اسارب ماینر انویدیا و AMD رو ساپورت میکنن. حالا بستگی به سلیقه خودتون هر کدوم رو دوست داشتید میتونید انتخاب کنید. البته دوتاشو تست کنید ببینید کدومش برای شما هش ریت بهتر میده. من که کارت گرافیکم AMD بود تست کردم، روی اسارب ماینر مقداری هش ریت بیشتری داشتم، به خاطر همین SRB ماینر رو انتخاب میکنم. حالا من قبلا SRB ماینر هم دانلود کردم، همینجا که میبینید اینجا توی دسکتاپ من SRB ماینر رو دارم. خب من اینجا بازش کردم، روی SRB ماینر کلیک میکنیم. تنها کاری که اینجا دارم، من بیام اینجا توی این سرچ بار کوین نوو رو سرچ کنم و همینجور که میبینید دوال کوین و تریپل کوین هم میتونید ماین کنید با نوو. همینجا که میبینید زیلیکا ارگو نوو داره،
اتریوم کلاسیک نوو، ارگو نوو یا ETHW نوو. حالا تو این ویدیو من قصد دارم که به تنهایی ماینش کنم و این گزینه رو انتخاب میکنم و اینجا ادیت رو میزنم. خب ادیت رو که میزنیم این صفحه برای ما باز میشه. اول تا توی کلیپ بوردم این آدرس ولتم هست، اینجا ولتم رو جایگزین میکنم. همجوری که میبینید ولتم اینجا میاد. حالا بریم سراغ استخر. من برم استخرم اینجا باز کنم. اینجا دوباره میریم توی ماینینگ پول استات. من گفتم که زرک پول رو میخوام انتخاب کنم. زرک پول رو کلیک میکنم. اینجا میام پایین. توی این قسمت ریجن رو ما همیشه اروپا انتخاب میکنیم. الگوریتممون الگوریتم این کوین SHA-256DT هست. SHA-256DT رو من اینجا انتخاب میکنم همجوری که میبینید. و کوینمون هم میتونیم انتخاب کنیم دیگه. اسم کوینمون نووه. این میزنیم و اینجا کوین نوو رو انتخاب میکنیم. حالا ما اینجا دیگه کاری نداریم. من فقط تنها چیزی که میخوام این قسمته. این قسمت رو کامل کپی میکنم. میام اینجا جایگذاری میکنم. جای استخر. اینجا جای استخر پیستش میکنم. خب یه مقدار بزرگترش کنیم. این الان همه چی اوکی شد. فقط یه نکته داره که حتما باید دقت کنید. اگر با SRB ماینر ماین میکنید حتما باید یه گزینه بنویسید که CPU رو دیزیبل کنه، چون SRB ماینر به صورت دیفالت هم CPU هم گرافیک و همزمان میره ماین میکنه. شما باید یه گزینه اینجا بنویسید CPU دیزیبل، که البته باید خودش هم زده باشه. من تعجب میکنم که توی این نیست. ببینم توی فایلای دیگه برای ما گذاشته. مثلا اینجا روی داینیکسش ادیت بزنم ببینم. ببینید خودش اینجا دیزیبل سی پی رو روی این زده. من از اینجا اینو کپی میکنم. اینو احتمالاً اشتباه کردن، خودشون نگذاشتن. اینجا بعد از الگوریتم یا قبلش فرق میکنه. اینجا من دیزیبل سی پی هم میزنم که مشکلی پیش نیاد. خب کار ما تموم شد. برای ما توی ویندوز تنها کاری که داشتیم تا اینجا همین بود. فایل سیو از من میزنم همیشه. اسمشو میذارم نوو 6900XT.bat. این .bat هم که میذاریم به خاطر که فایلمون اجرایی بشه. من سیو رو میزنم. همه اینا رو دیگه میبندیم، فعلا کاری نداریم. الان تنها کاری که دارم اینجا یه اوورکلاک مناسب فقط بچینم، فنم رو تنظیم کنم. اینجا ببینم اوورکلاکی که من ست کردم برای ویندوز به این صورته. من 2200 هسته دادم. حالا یه مقدار ولتاژ میارم پایین. حالا تستی که من انجام دادم، این گرافیک اصلا مموری براش مهم نیست، پس ما کاری به مموری نداریم، فقط به هسته کار داریم. اینجا فقط فن من درست بچینم. این گزینه رو اپلای میکنم، فن رو میذارم پایین ترین حالت روی 50% بچرخه، بعد آروم آروم بیاد بالا. اینجا یه مقدار بیشتر اپلای. این شد اوورکلاک من توی ویندوز، که حالا اوورکلاک درست حسابی هم نیست برای این کوین. این کوین مثلا من حساب کردم تا 2300 اینا میتونستم ببرم بالا، ولی دیگه نمیخواستم خیلی به کارت فشار بیاد، چون هشریت خیلی خوبی داشتم میگرفتم. حالا با هم میبینیم. خب شد 2200 1100. اینو که من زدم پایدار بودم. اپلای هم زدیم، میایم پایین. خب تا اینجا همه چی اوکیه. تنها کاری که داریم دوباره SRB ماینر رو باز کنیم و اینجا نووا 6900XT برای من ساخته شده. من روش دبل کلیک میکنم ببینم مشکلی برام پیش نمیاد. اینو باز میذارم. خب همه جا که ببینید ارور نخوردیم، کانکت شد و همه الان چند تا اکسپت شیر هم همه جا که ببینید گرفتیم. حالا من چند دقیقه این برنامه رو باز میذارم، میرم و برمیگردم. خب دوستان دوباره برگشتیم بعد از چند دقیقه. همینجا که ببینید من 4235 مگاهش دارم از این کوین میگیرم با کارت گرافیک 6900XT و تا الان 34 تا اکسپ شیرم خوردیم و مصرف وات این کارتم هلوش 189 واته، همینجا که ببینید توی ویندوز. خب همینجور که دیدید توی ویندوز اوکی بود. حالا بریم سراغ های او اس. خب دوستان من وارد محیط های او اس میشم. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که بریم ولتش رو اضافه کنیم. که برای اضافه کردن ولت هم میام توی قسمت ولت، اینجا اد ولت رو میزنیم و اینجا میبینید خود کوین نوو رو هم میشناسه دقیقاً. نوو رو انتخاب میکنیم، ولت رو اینجا میزنیم و یه اسم به دلخواه بهش میدیم، که من قبلا این کار رو انجام دادم. همینجا که میبینید نوو اینجا من قبلا ساختم. دوباره من وارد ورکر میشم. اینجا وارد ورکرم میشم و میرم توی فلاش شیت. کلا میخوام یک فلاش شیت جدید بسازم که فقط 6900XT ماین کنه ببینم به چه صورته. اینجا من کوینم رو انتخاب میکنم نوو و اینجا ولت نوو. اینجا استخر و زرک پول آخرین بار که تست کردم که ساپورت نمیکرد، هنوزم همینجوری که ببینید زرک پول رو ساپورت نمیکنه.
پس من میام اینجا کانفیگورین ماینر میزنم. حالا عجیبه چرا زرک پولو نداره. حالا مشکل نداره، کانفیگور این ماینر رو میزنیم. اینجا هم میرم SRB ماینر رو انتخاب میکنم و روی ستاپ SRB ماینر کلیک میکنم. اینجا گفتیم که نوو الگوریتم SHA-256 حتما باید اینجا انتخاب کنیم. SHA-256 DT همینجا کنید. این دقیقا الگوریتم میشه. اینو انتخاب میکنیم. اینجا هم ولت که ولت رو زدیم، اینجا ولت رو انتخاب میکنیم. اینجا آدرس استخر رو باید وارد کنیم که حالا من از همون فایل دقیقا ویندوزی استفاده میکنم. فایل ویندوزم نوو ادیت رو میزنم. حالا میتونیم دوباره برگردیم توی زرک پول کپی کنیم، ولی چون من اینجا دارمش دیگه دقیقا اینجا سریع کپیش میکنم و اینجا واردش میکنم. اینم شد آدرس استخر و پورت. حالا گزینه که بعد اینجا ما اضافش کنیم دقیقا همون گزینه که بهتون گفتم، دیزیبل CPU. اول CPU رو باید دیزیبل کنیم. و یه گزینه دیگه که من اینجا فقط میخوام بگم کارت گرافیک 6900 XT من ماین کنه، که فقط بعد بگم گرافیک شماره 7. حالا شما اگر بخواید تمام ریگو درگیر کنید دیگه نیازی به این گزینه ندارید. من اینجا اپلای رو میزنم. حالا نکته ای که داره اینجا، همینجوری که ببینید گفتم که دوال ماین هم دقیقاً داره. دوال ماین با ارگو اگر بخواد بزنید، ERG میزنید، با ETC اگر بخواد بزنید. حالا من اینا رو تست نکردم فعلا، تو این ویدیو هم کاری بهش ندارم. اینجا من اسمش هم میذارم نوو که بدونم. کرییت فلاشیت رو میزنیم. خب میام تو محیط ورکر دقیقاً، دوباره میام توی ورکر. اینجا روی علامت موشک نوو رو انتخاب میکنم و اپلای رو میزنم. خب همینجا که دید ریک کانفیگ چنج شد، یه مقدار زمان بره که بره SRB ماینر رو دانلود کنه و دستورات ما رو اجرا کنه. من یه مقدار به این زمان میدم، میرم و برمیگردم. A few moments later. خب دوستان، اینم از نتیجه کار. همینجا که ببینید 4254 مگاهش داریم از این کوین میگیریم و اینجا همینجا که ببینید 4254 تا. مصرف برقمون 190 وات توی های وات زده. اوورکلاکیم که ست کردم دقیقاً اینجا میتونید ببینید. حالا نکته‌ای که میخواستم بهتون بگم این بود که مموری اصلاً براش مهم نیست. همینجا که ببینید من مموری رو 1 قرار دادم که مصرف برقم و دمام یه مقدار بیاد پایین‌تر. همینجور که میبینید اصلا این کوین براش مموری مهم نیست و با کوین هایی که براشون مموری مهمه، مثلا مثل اتریوم کلاسیک ETHW، دقیقا میتونیم دوال بزنیم، چون اتریوم کلاسیک و ETHW کلا از مموری استفاده میکنن. به خاطر همین احتمالا دوالش با اونا خوب در بیاد. ولی چون من الان اینجا هش ریت بیشتر برام مد نظر بود، 4254 تا دیگه دارم میگیرم، یه مقداری چند روزی ماین میکنم دیگه، حالا میرم سراغ کوین های دیگه. خب این تا اینجا. همینجور که دیدید توی محیط ویندوز و های وست تونستیم این کوین رو ماین کنیم. حالا بریم توی زرک پول چکش کنیم ببینیم چه جوریه. خب من وارد سایت زرک پول میشم، همینجور که ببینید به این صورت خود سایتش گنگه. الان بهتون میگم بعد چیکار کنیم. برای اولین باری که وارد این سایت میشیم، تنها کاری که داریم بیام اینجا توی قسمت ولت میبینید، این ولت رو کلیک کنیم. اینجا میایم پایین، اینجا آدرس ولت کوینتون رو وارد میکنید که من قبلا وارد کردم. همینجوری که می‌بینید نوو قبلا اینجا وارد شده، من اینو کلیک می‌کنم. همینجوری که می‌بینید اینجا ورکرامون رو برامون می‌زنه، که الان توتال ورکر رو زده یه دونه، چون من فقط الان دارم توی هایو اسمایل می‌کنم، روی ویندوز کلا استاپش کردم. و همینجوری که می‌بینید اینجا ورکر برای ما شناخته و اینجا برامون هم الگوریتمش رو زده و پرداختیامونو یه خورده محیطش گوینگ، خیلی حال نمی‌کنم با محیطش. خب این تا اینجا ماین و دریافت کوین ها. حالا بریم درآمد کارت گرافیکمون هم حساب کنیم. اینجا من دوباره وارد ماینینگ پول استارت میشم توی بخش نوو. همینجور که میبینید میایم پایین، ما اینجا گفتیم که 4250 مگاهش میگرفتیم که میشه 4 گیگ و 250. همینجور که میبینید درآمد روزانه تقریبی این کارت الان روزی تقریبا 48 سنت میشه، که این مقدار کوین میشه 198609 کوین نوو میتونیم ما دریافت کنیم. که البته من دو برابر بعد بزنم، دو تا کارت گرافیک گذاشتم روی این کوین که دو برابرش میشه هولوش 8000 و میشه 8500، که روزانه نزدیک 1 دلار من با دو تا گرافیکم میتونم بزنم روی این کوین. حالا من یه فکری به سرم زد، به خاطر که هش ریت هم خیلی بالا هست و تعداد ماینر رو این کوین هم کمه، احتمال برنده شدن سولو بلاکش هست. همینجوری که ببینید ماینراش خیلی کمن، من میتونم سولو هم ماینش کنم. اگر بخوام سولو ماین کنم هر بلاک که برنده بشم نزدیک 1 میلیون کوین میده، چون بلاکاش 1 میلیونه.
میتونم اون کارم انجام بدم. حالا شاید 24 ساعت تست کنم ببینم کوین برنده میشم یا نه. حالا من دقیقا برم مطمئن بشم ببینم بلاک ریواردش 1,000,000 هست. برای این کارم میرم توی سایت ماینرز استاتس، دوباره تو بخش کوین اینجا نوور قبلا سرچ کردیم، نوور رو کلیک میکنم، اینجا میام پایین. همچنین که ببینید گفته نوو بلاک ریواردش 1,154,000 تا، همچنین که ببینید آره دیگه بلاک ریواردش 1,154,000 تا، یعنی اگه من با دوتا کارتم روز یک بلاک برنده بشم درآمدم خیلی بیشتره. حالا شاید اینم تست کردم، اگر دوست داشتید تست کنم حتما توی بخش کامنت ها بهم بگید. خب دوستان اینم تا اینجا آموزش ماین نوو، هم توی محیط ویندوز هم توی محیط های او اس. دوستان که تا اینجا ویدیو رو دیدید حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو اگر ساب ندارید ساب کنید و برای حمایت از کانال حتما چند تا کامنت برام بذارید. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.